هزار و یک شب. چون شب 467 برآمد، گفت ای ملک جوان، آن زن چون به تنور آتش افکند با شوهر خود برخواسته وضو بگرفت و نماز همی کردند که ناگاه زنی از همسایگان بیامد و اجازت خواست تا از تنور آتشی بگیرد. ایشان او را اجازت دادند. چون زن همسایه به تنور نزدیک شد ندا در داد که ای فلان، نانهای خود را دریاب که اینک می سوزد. زن به شوهر خود گفت شنیدی که زن همسایه چه گفت؟ آن مرد گفت برخیز و به تنور نظاره کن. زن برخواسته به سوی تنور بیامد و دید که پر از نانهای سپید و پخته است. پس آن زن نانها را بگرفته شکرگویان و شادان به نزد شوهر در آمد و از آن نان بخوردند و آب بنوشیدند و شکر خدا را به جا آوردند. پس از آن زن به شوهر خود گفت بیا تا به درگاه خدای تعالی تضرع و زاری کنیم، شاید که دعوت ما را اجابت کند و ما را از تنگنای معیشت برهاند و از رنج و مشقت کار کردن خلاص کند تا به فراغت به طاعت و عبادت قیام کنی. شوهر آن زن سخن او را بپذیرفت و خدای تعالی را با نامهای بزرگ بخواند و دعا کرد و زن آمین گفت. ناگاه سقف شکافته شد و یاقوتی بیفتاد که خانه از پرتو آن روشن گشت و زن و شوهر به آن یاقوت شادمان شدند و شکر و ثنای پروردگار به جا آوردند و به نماز مشغول شدند و نماز همی کردند تا شب به پایان رسید. آنگاه بخفتند. زن در خواب دید که به بهشت داخل شد و در آنجا تختها و کرسیها دید. پرسید که خداوندان این تختها و کرسیها کیستند؟ گفتند این تختها از پیغمبران و این کرسیها از صالحانند. پرسید که کرسی شوهر من کدام است؟ یکی از کرسیها به اون نمودند و گفتند کرسی شوهر تو این است. به سوی آن کرسی نظر کرد، در یک سوی آن سوراخی بدید. پرسید که این سوراخ از بحر چیست؟ گفتند او جای یاقوت است که از سقف خانه از برای شما بیفتاد. پس زن از نقصان کرسی شوهر گریان و محزون از خواب بیدار شده و شوهر خود گفت پروردگار خود را بخوان که این یاقوت را به جای خود بازگرداند، از آن که روزی چند رنج گرسنگی بردن آسانتر است از این که کرسی تو در میان خداوندان فضائل منقصت داشته باشد. پس آن مرد دعا می کرد و زن آمین می گفت که یاقوت از سقف خانه بالا پرید و به سوی آسمان رفت و ایشان پیوسته به فقر و فاقه به عبادت پروردگار مشغول بودند تا اینکه خدای تعالی را به پاکی ملاقات کردند. حکایت لطف حق. و از جمله حکایت ها این است که حجاج ابن یوسف ثقفی یکی از بزرگان را طلب کرد. چون او را حاضر آوردند، حجاج گفت او را به زندان برید و قید گران بر او بنهید و کس نگذارید که در زندان به نزد او رود. خادمان آهنگر حاضر آوردند. آهنگر قید در پای او نهاد و میخ آهنین بر او بکوبید. آن مرد سر به سوی آسمان کرد و گفت آگاه باشید که او راست آفرینش و فرمان روایی.
بخشی از آیه 54 سوره اعراف. چون آهنگر قید در پای او محکم کرد، زندانبان او را در جایی تنها بگذاشت. آن مرد به زبان حال این دو بیت بخوان: خدایا گر بخوانی ور برانی، جز انعامت در دیگر نداری. مباد آن روز که از درگاه لطفت به دست ناامیدی سر بخاری. چون شب در آمد، زندانبان نگهبانان بر او بگماشت و به خانه خود رفت. بامدادان که زندانبان بازگشت، قید را گشوده دید و از آن مرد اثری نیافت. زندانبان به هراس اندر شد و مرگ را آماده گشت و از بحر وداع عیال به خانه بازگشت و کفن و کافور حاضر کرد و به نزد حجاج در آمد. چون در پیش حجاج بایستاد، حجاج را رایحه کافور به دماغ رسید. گفت: این رایحه از کجاست؟ زندانبان گفت: یا سیدی، او را من آوردم. حجاج گفت: از بحر چه آورده ای؟ زندانبان حکایت آن مرد باز گفت. چون قصه به دینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. به روایت شهرزاد فتوحی، تنظیم از مجتبی میرسمیعی.